با سلام و درود احترام خدمت هموطنان در سراسر ایران و دنیا، خدمت شما عرض کنم که همیشه در بازی های حساب کثیف و پدید و بازی های جنگ های آنچنانی و و و خدمت شما عرض کنم که آخر بازی تبع همین سبک هست، ولی یک کم فرق کنه. مثلا بودن 10 تا 12 هزار سرباز های کره شمالی به در جنگ اوکراین، یعنی نقشه نابود اینا رو کشیدن و حالا هر دلیلی به خودش اشکال مهم نیست، مهم اینجاست که نتیجه مهمه. نتیجه این هست که در این حکومت دیکتاتوری اینجوری نیروها دارن و اینا پول میگیرن و نیروها رو افتادن رو کشتن میدن. اولا که حدود 3-4 تا 5% اینجور نیروها رو میارن و بازی چه قرار میدن که بخوان فرار کنن و اینا رو میگن سرزد و سرداد و سریع و اجلوی سرزدی اعدامشون باید برای فرار نکنن. اما او زمان ها گذشت که اینجوری بود، ولی الان کاری که میکنن اینا که میان اینجا 12 هزار نفر یا 10 هزار خیلی زیادن، اینا کنترلشون خیلی مشکله. هر چقدر بترسن از رهبر نمیترسن، اون ترسی ندارن کار انجام بدن، درسته بیشترشون فرار خواهند کرد، نه میجنگن و میرن تسلیم میشن. من یه توضیح بدم بعد بگم برای فیلمم برای کلیپ. ببینید دوستان، من گفتم خدمتون که در اواخر جنگ عراق با ایران، ایران و عراق فرق نمی کنه، وقتی حکومت، وقتی خمینی حرفش رو پس گرفت، جام زهر سر کشید، وقتی فهمید برای حرفش تره خورده می کنن که بچه های چه پاسه عرشی چه پاسه چه بسی فرق نمی کنه، رفتن و تسلیم شدند. جنگ بیفایده است، کشتر مردن علیکی شهید شدن دیگه هرچه حساب کنید، تسلیم شدن و اینا دیگه نیرو نداشتن. وقتی نیرو نداشتن نمی جنگن، نمیتونن بجنگن، شکست میخورن، میاد تهران میگیرن و الی آخر. ما الان با سربازای ما، بچه ارتش به خصوص، سپاه که دیگه چیزی نمونده، اینها بیان و نافر مدنی بکنن و از پادگان ها بیان بیرون ترک خدمت بکنن، چون چیزی نیست. برای چی میخوام بجنگن شما؟ اونا که هر کار خواستن کردن، هر چیزی خواستن آوردن، هر بازی خواست در آوردن. شما بهترین کار تو این هست که تو اینا رو شما حساب میکنن، رو آمارتون حساب میکنن. بهترین کار هست که بچه ها ترک خدمت بکنن، خانواده دوستان حمایتش بکنن و اینا یه دفعه توش خالی هست، خالی تر بشه، خلأ ایجاد بشه، اینا با سر برن پایین که اتفاق میفته و خیلی هم ترک خدمت کرده بازم میکنن، ولی بقیه هم بیان همین راه رو ادامه بدن و مطمئن باشن که خدمتی بزرگی به خودشون، خانوادهشون و کشور کردن. اما در این قضیه سربازای کره شمالی، اینا یک نظامی سیریاد گرفتن، بس حرکت کردن و در هیچ جنگی که بخوام جنگ باشه اصلا شرکت نکردن، همه اینطور آماتوریستی هستن، هر چی بوده مانور بوده و مانور هم چیزی توش در نمیاد. در نهایت اینا میان و با توجه به اون محدودیتی که دارن، با توجه به اون شدتی که شدت فشارشون هست، اینها پخش میشن. این سرباز اولی که روسیه فرستاد اونجا، سراغ زنها میرن، سراغ دخترها میرن، فرار میکنن، جای مختلفی قایم میشن و و و و الی آخر که خودتون بهتر از من میدونید. در نتیجه اینا خود کره شمالی و کره شمالی به درک خود چین نتیجه خلاصه، چون اینا نیروهای خطرناکی هستن، نیروهای هستن که فکر می‌کنید بارشون هست و اینا به اصطلاح چیز دارن، خوف دارن از اینا. این است که بیایم و روی قضیه کار کنیم، چیز کنیم، تمرکز کنیم، بگیم و بدونیم که این یعنی همون حرکات حکومت آخر، حکومت صدام هست. اما یه اتفاقی که افتاده، یه پهپادی به نزدیک خونه نتانیاهو خورده. من الان بخوام بگم که پهپاد کار بچهای حزب الله و سپاه اینا نبوده، یه خورده بعضی، ولی شما فرض کنید که نبوده، یک نیروی قوی تر از اینها پشت این پهپاد ها هست، یک نیروی والاتر و بالاتر از این پشت این ها هست که حزب الله میگه من که نبودم. یارو 80 سالش بوده، بعد مدت نبوده، زنش حامله میشه، میگه آخه من نمیدونم این چجور حامله شده، من که الان 2 سال خونه نرفتم، این ببخشید این فلافلا شدم که محضرت مریم نیست، پس این بچه از کجا اومده؟ ببینید دوستان، الان اون سیستمی که بهتون گفتم کار میکنه و در بحث چی میگم سایبری همه اینا رو داره بازی میده، سردرگمشون کرده، گیجشون کرده، چنان گیجی کرده که نمیدونن چه کار بکنن، دور خودم میچرخند و حقشون هم هست. وگرنه اینا عرضه داشتن، میخواستن خونه نتانیاهو رو بزنن،
اون هم موشک داشتن، یکیش درست شده یکی کردن، بلد نیستن، ضمن اینکه اونا قابل نشانه گیری هم نیستند. و اینا باید بپذیرن، آقای نتانیاهو بپذیر که یک نیروی مافوق این نیرو هست، این نیروی متخصص تر از این نیرو هست و و خیلی مسئله دیگه. اما اعراب نشون دادن که لیاقت هیچ نوع گذشتی ندارند، لیاقت هیچ گونه مذاکره‌ای ندارند، لیاقت هیچ چیزی ندارند به غیر از تو سرشون بزنید برگردن به 600 سال قبلشون و همون ملخ خوری و مارمولک خوری چیزی پیشش قرار بدن. مگه شاهزاده عزیزمون 4-5 قبل از این قضیه نگفت که بیاین کشور دور بر بیان خاطرشون جمع باشه، مشکل بشه شد نمی‌کنه اینجوری بود اینجوری بود، بیان دست اتحاد و این دست اتحاد بود. جزایر مطرح می‌کنه ما اشغال کردیم، اشغال ها شما نمی‌دونم چی عمت مشابه شده. 4 کشور اروپایی اونو ببخشید تو جنگ جهانی اول دو یک مطالعه سطحی بکنید، اونو تو جنگ جهانی اول دو خودش رحم نکردن، تو یک جنگ با این بودن، تو جنگ با اون بودن، هر جا منافع ایجاب می‌کرد. این آلمان، این ژاپن، این انگلیس، بوغلمون هزار رنگ، دومتون به دوم نابستید دوستان، بد جایی بستید، خیلی بد جایی بستید، محکوم نابودی هستید، چون نه کار بردید، نه چیز، فقط حرف مفت میزنید، نشسته اونجا غرور گرفته شما رو، شما رو چه به اون ساختمانی که بخوام بسازید، چه به اون اسکی پیست اسکی و چه به اون آقا در جای دوی دنیا هست، شما از کشور خود از همون شنزار، از همون کبیرها استفاده بکنید در راه درستش، نه که بیان اون رو بخوان آباد بکنید. آباد هست و دنیا خیلی هست، برید اونها رو بازسازی و نوسازیشون بکنید. ولی نشون دادید که لیاقت هیچی رو ندارید. شاهزاده از من بارهن عرض کردم خدمت شما، نیدان نوشتم یا کلی بود هر کار کردم، ما باید روی مردم رو کار کنیم. 20 سال پیش، چند سال پیش گفت روی مردم کار، قدرت مردم بدیم، چون نه جنگ و نه هوا جواب نمیده، اینا این لیاقتی حرفا ندارن. جمله‌ای که شما نوشتید صحبت کردید، من یه بار میخونم قشنگ دوستان گوش کنند. بله، شاهزاده پهلوی، مذاکره و جنگ کارساز نیست، چون اینا جنگ رو میخوان برای تجزیه ایران، جنگ رو میخوان برای تخریب زیرساخت ها، جنگ رو میخوان برای نابود کردن مملکت، جنگ رو میخوان برای نابود کردن فرهنگ این حرف ها. مذاکرم که دیگه کوبیدن چیزی میخ و فلان توی سنگه فرو نمیره. اما وقتی که همین حرف آخرتون باید آقای سوم یعنی توانمندی توانمندسازی مردم برگزید، این حرف خلاص، تیر خلاص به همه شون هست. مردم مردم مردم، ملت ایران ملت ایران ملت ایران، وقتی توانمند بشوند خب اینا میشه نماینده کشور، همه چی خواهند شد. و بعد این چه کارشون میکنند؟ از همه مهمتر، از همه مهمتر، بعد از اینکه این صبح اتفاقات افتاد و این حالت در اوج زلالت و بدبختی هستن، مردم رو فقط کافی اینا جریمهشون کنن، تنبیهشون کنن، داخل کشور کشور رو ترک کنن، که میکنن این کارو. ببینید یک شبه از آمریکاش تا کویت تا روسیهش تا چین فلک زدهش، اینا یک شبه با پوز به خاک میشینن نمیشینن، تا چی کردید؟ آره. اینه که شما اینو مطمئن باشید، شاهزاده این راهش هم بهترین راه هست و شیوه خوبی است. از این عقب بشین نکنید، خواهشن مذاکره کی؟ آمریکا مذاکره بکنه برای ما؟ این با خودتون اینا همشون از اندیه فقیرتر و بدبخت هستن، اینا همه خودشون گدای چیز هستن، دورندیش نیستن. اگه بوده که وقت که بیتا این کشور بینا نمیرسید، که نمیرسید شاهزاده، نمیرسید. خوب بشه اینو باید برم. حالا در کل من دو تا مطلب بگم و کلیپو تمام کنم، چون حالا اصلا میدون نیست. اما اینم بهتون بگم، بلایی سر شما کشور عربی داریم که من میدونم، من تو زمان زندگی کردم، من مشاور خیلی از شیوخ شما بودم، خیلی ها یک تغییر نسلی داره در اونجا قانون طبیعت داره شما ایجاد میکنه، یک تغییر نسلی ایجاد میکنه. میگن یه زن عراقی اومد ایران، بعد خلاصه برگشت کشور خودش، بهش گفتم کجا بود از اون جنگیدم؟ گفت پس چیکار کردی؟ گفت اسیر گرفتم. گفت که نه من دیگه تعلیم میدم. شما این اروپا، این اتریش، این آلمان،
اینو فلک زده دیگه، که ترک ها اونها رو ساختن، بچه هاشون رو نسل نسل اینها هستن. و شما با اون پول زیاد رفتید بیراهه و زنهای شما تولید رو میدن بیرون که هیچ کدومشون عرب نیستند. دیگه سربسته میگم در خانه کس هست یک حرف بس هست. شما خیلی اصیل گرفتید، اصیل کردید. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهارات اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که گفته بود از زمان و چگونه حمله اسرائیل به ایران آگاه است، در شبکه ایس آمریکا را در مسئولیت عواقب این حمله احتمالی شریک دانسته است. شاهکار کردی. دیگه چیزی نیست بگی؟ اون همه عواقب داشت چیکار کردن؟ اون همه دزدیدن، بردن، خوردن، چیکار کردن؟ آقای عراقچی خاک آدم است. ولی اینو بهت بگم عراقچی، من چون یک مقدار نزدیک خانواده میشستم، بچه‌هاتو نابود کردی، بچه برادرتو نابود کردی، خیلی ها نابود کردی شما. با پول مفتی که بهشون دادید. آرامش آسایش ندارن. من اینجا دیدمشون. آقای عراقچی گفته که هر که علم و آگاهی از این حمله داشته باشه با تجهیزات و تجهیزات پشتیبانی برای چین حماقتی در اختیار قرار داده باشد، منطقه مسئولی مطلقاً مسئولیت هر گونه خسارت مالی را به عهده خواهد گرفت. تو چی خسارت بگیری ازش؟ چی چوری میخوای بگیری؟ ما رو ویتنام چوری گرفتن، ما رو ژاپن چوری گرفتن. چقدر تو احمقی، چقدر خری. ولی این دلیل این است که شما بریدید همه جا، از همه جا، همه جا موندید دیگه، حرفا رو میزنید. آقا سنگ بده سر من بخوره مسیر میگه توی خب باجو میزنه. چون شما رو همین زدن رو برده، چی برده شما رو؟ خیلی فرق زده است. نمیست اینقدر احمقی، نمیست احمقی نزدن تا این حد. بله آقای نتانیاهو مسئله رو برای خودش بول میگیره. بچه نتانیاهو گیجه هم که این موشی، این از کجا آدرس خونه رو داشتن اومده به این دقت اومده اینجا، پشت این چی هست؟ نمیخواهند گوشای کر شده شون چیه گوش رو باز کنند. ولی خوبه هرچی بیشتر تو خواب بمونید، سرتون کپ چیزی بد کرده باشید، لگده محکم تری میخورید. خیلی مزدیک نسید فکر شو خواهید بکنید. فلک زده ها، 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 فلک زده ها. بله. حمله معترضان به دفتر شبکه ام بی سی در بغداد در خود عربستان اتفاق افتاده که اون دیگه شروع میشه و دیگه اینو کوتاه بده نیست. خب من دوستان کلیپ رو تمام میکنم. امیدوارم که بازم توفیق باشه خدمت شما باشم و رو حرف شخص دادیم که باید ملت تمام کرد مذاکره با هیچ کدوم اینها نه ارزش داره نه به جایی میرسه. خودش در به در مونده هستن. شازده عزیز خواهشن ایام بکن بود خوش.